سلام دوستان گلم، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. من آرمین زاهدی هستم، به ویدیو نقد و بررسی جدید من خوش اومدید. دوستان من یه خبر بهتون دادم تقریبا 2 هفته پیش، پست کردم توی یوتیوب، گفتم که برای ادامه تحصیل میخوام برم ترکیه و این خبر راسته. بله خود من نوشتم دیگه، وقتی نوشتم یعنی راسته. خیلی اومدن تو دایرکت من این خبر راسته. خب آقا خودم پستش کردم توی یوتیوب و حقیقت داره. من میخوام به چند دلیل برم ترکیه، یکی اینکه کانالمو میخوام اونجا ببرم بالاتر و بهتون قول میدم هر روز یکی دو تا ویدیو، حداقل یه دونه ویدیو هر روز به صورت ثابت براتون بذارم و اونجا با یه تیر چند نشون میزنم، درسم هم میخونم و همه چی اوکی. بعد مدتم برمیگردم اینجا انشالله به زودی، و وقتی برمیگردم اینجا امیدوارم که کانالم 100K به بالا باشه. خب حالا اینا رو ول میکنیم و میریم سر اصل مطلب. یه گیم خیلی 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 عالی براتون آوردم که خودم روی ایکس باکس 160 شاید باورتون نشه 6 بار تمومش کردم و جالب اینه که الان تقریبا برای من تازگی داشت. یه لحظه نیو گیم زدم و رفتم توی یه گیم، زیاد یادم نمونده بود. این برمیگرده به سال تقریبا 11 سال پیش من 6 بار روی ایکس باکس 160 تمومش کردم. خب الان میخوام اینو به صورت ریمستر که عرضه شده روی ایکس باکس سریز ایکس و اس، شده اپتیمایز نسل 9، بریم با هم دیگه تست بکنیم ببینیم چه جوریه. خب طبق معمول میریم توی آپشنز ببینیم چند تا مود گرافیکی داره. نه مود گرافیکی نداره، یه دونه است و خود شرکت اینجوری تنظیم کرده برای ایکس باکس سریز اس. برای سریز ایکس هم که هنوز نمیدونم و امیدوارم که بتونم روی اونم نقد و بررسی بکنم براتون، روی اونم تست بکنیم با هم دیگه. اینجا چیزی هست به اسم فیلم گرین. فیلم گرین چیه بچه ها؟ فیلم گرین میتونیم بگیم یه چیز برفکتوره که ویدیوهای قدیمی یا فیلمهای سینمایی قدیمی اونو داشتن. فرض کنید یه برفک خیلی خیلی ریز و جزئیه، خب که میاد روی تصویر قرار میگیره و وقتی تو زوم میکنی اینجوری برفک میشه، برفک برفکه. وقتی خیلی زوم میکنی رو تصویر یه حس قدیمی بودن و سینماتیک بودن بهتون میده که روی بعضی گیم ها خیلی جوابه، روی بعضی هاشون نه. الان مثلا روی داینگ لایت دیفینیتیو ادیشن یا همون دفالوینگ که یه DLC جداگونه است و خیلی عالیه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما بازی بکنید اونو، روی اون خیلی جوابه فیلم گرین. روی دلستافاس 2 خیلی جوابه، ولی مثلا روی گست وایر زیاد خوب نیست، یا مثلا روی این گیم احساس میکنم زیاد خوب نیست. گرچه سینماتیک تر میکنه ها، ولی یه حس خوبی بهت نمیده. من ببینید، من به یه چیزی معتقدم، نمیدونم حالا چند درصد شما به این معتقدید، ببخشید و الان سر میرم روی گیمپلی. من به این معتقدم هر چیزی که بهت حس خوب بده، فارغ از این که بقیه چی میگن، فارغ از این که فلان سایت چی میگه، این چی میگه، نظر بقیه در مورد این گیم چیه، خودت آره با خودتم، مثل آرمین، مثل سیاوش، مثل فلان، خودت با این چیز حال میکنی یا نه، کاری به حرف بقیه نداشته باش. الان مثلا یارو میره لباس میخره، عکس میفرسته برای دوست دخترش، برای مامانش، برای خواهرش که اینو بخرم یا این. آقا خودت با کدومش حال میکنی؟ خواهش میکنم خودتون تصمیم بگیرید، خودت روی این گیم با فیلم گرین حال میکنی یا نه، اینو خودت باید بسنجی. الان من خود من روی این زیاد حال نکردم. الان اینجا این مودی که خودش گذاشته بریم ببینیم چیه. نیو گیم میزنم اینجا ایزی. ببینید بچه ها، من با ایزی بازی نمی کنم، برای نقد و بررسی هم روی ایزی میذارم که بهتون نشون بدم. سریع بریم سر اصل مطلب و زیاد داستان کشدار نشه. الان اینجا هدف من گیم پلی و سخت بودن گیم نیست، هدف من پرفورمنس این گیمه که به شما نشون بدم. بعضی ها میگن توی کامنت ها هه هه روی ایزی بازی میکنه، هه هه ایم اسیست آنه. بابا مهم نیست، اگه میخوای ببینی چقدر پلیر حرفه‌ای ام، برو گیم پلی های مودرن وارفر منو ببین که با مارکسمن فقط هدشات میزنم. مهم نیستش، من اینجا نمیخوام خودم رو به شما ثابت بکنم چون ثابت شدم عزیز من. اینجا میریم ببینیم که رزولوشن چقدره. این میگه به لامپ نگاه کن، چشم اینم این. من یه جایی رو پیدا کنم که قشنگ بتونم رزولوشن رو حدس بزنم. رزولوشن 1080 به معنای واقعی، 1080 تمیز، نه اندازه دوم اترنال تمیز، ولی تمیزه.
یه داشبورد تمیز نیتیو یا داینامیک نیتیو. به احتمال 90% نیتیو، زیاد مطمئن نیستم، ولی بریم جلوتر، شاید هم یه داینامیک اینقدر گاد باشه که به صورت نیتیو خودشو نشون بده، حالا معلوم نیست، بریم جلوتر و هم دیگه میبینیم. نیتیو به احتمال زیاد، پس شد داشبورد نیتیو. اف پی اسش هم که 60 و اصلا جای تعجب نیست، اگه 2K هم بود 60 هم بود تعجب نمی کردم. چرا؟ چون که این گیم خیلی قدیمیه، بخوان یه ریمستر بکنن به نظرتون چقدر میاد روش؟ زیاد نباید بیاد روش دیگه، منظورم اینه که فشار بیاد روی کنسول. چیزی هم که الان واقعا نظر منو به خودش جلب کرده سر و صدا ایکس باکس سریز اس. من وقتی اون شورت ویدیوهایی که در مورد ایکس باکس سریس میذارم و نزدیک میکنم صداشو میشنوید همتون، خیلی ها میگن که کنسولت خرابه. نه عزیز من، کنسولم خیلی هم سالمه، شما هیچ وقت بهش گوش ندادی یا بهش نزدیک نشدی و این صدا رو نشنیدی، به خاطر همین میگی کنسولت خرابه. مال من اینجوری نیست. جالب اینه که توی سراسر کره زمین سری اس یه مدله، یه جور عرضه شده کلا، بعد یارو میگه نه مال من اینجوری نیست. پس مال شما خرابه عزیز من که این قصه دا نمیده، اینو بهت بگم. پس صدا دادن و گرم شدن کنسول و فن و هوای خروجی کنسول نشونه سالم بودن کنسول شماست. اگه کنسولت سالم نباشه هوای خروجیش سرده و خود کنسول داغه، اینو یادت نره. پس هوای خروجی بایدم او مای گاد. من الفرار، این باید به این نوره برسه. نوره خاموش شد، پشمام. چرا؟ یه گان و یه چراغ قوه بدید به من، من اینو حلش میکنم. برو بابا. سیکتیر کن دیگه، اون بالا هی میگیره. اومد اینجا پشمام. I can't stop you. You مادر به خطا. برو گم شو بابا، من از تو نمیترسم روح کثیف. او فیزیک گیم، فیزیک گیم چقدر خوبه. ببین اون موقع رمدی چی ساخته. پش من یادمه روی ایکس باکس 160 این 480 پی بود، با 480 پی میگفتیم او مای گاد چه گرافیکی. ببین یه دونه روح میخواد منو مثلا به کجا ببره، میخواد مثلا منو در چه حدی بترسونه. ولمون کن دیگه، بریم سر اصل مطلب. ببینید من تا به اینجای کار هیچ گونه افت FPSی احساس نکردم، هیچ گونه افت رزولوشنی احساس نکردم و به شدت پایدار این گیم روی این کنسول و واقعا یه گرافیک بسیار بسیار عالی دارم میبینم بدون هیچ گونه مشکلی و به نظر من که یکی از بهترین اپتیمایز هایی که من روی ایکس باکس سریس دیدم یکی اینه، یکی فار کرای 6 بارها گفتم، یکی اساسین اسکرید اوریجینز بارها اونم گفتم، اساسین اسکرید اودیسه اونم بهتون گفتم، بک فور بلاد، این چیزایی که بهتون گفتم یکی از بهترین اپتیمایز های دنیا روی ایکس باکس سری اس. به اضافه این، اینم حالا بهش اضافه بکنید. یادم رفت بهتون بگم اسمش چی بود اون گیم، ایمورتال فینیکس، اونم فوق العاده عالی روی ایکس باکس سری اس اجرا میشه، حتما اونو دانلود بکنید، روی گیم پس قرار داره این گیم، اونم دانلود بکنید، خیلی تمیز و قشنگ، یه گیم خیلی خوبیه. این چرا تکون میخوره؟ همیشه یکی از فوبیاهای من این بود که یه صندلی مادر بزرگ اینجوری تکون بخوره الکی بدون هیچ دلیلی. الان هم ما توی خونه داریم. پشمام. الان باید چی کار کنم؟ نه. اینجا برای من باز شد. ایول.
الان چی کارو؟ اها از اینجا باید برم. باش. آه سیف هیون زیر اون نور اون چراغ شهر. چراغ شهر عجب جمله ای. نه خلاصه زیر اون چراغ امنیت کامل دارید، چون که اون روح‌ها از چراغ فرارین. بعد اینجا تازه اول گیمه، به یه جاهایی میرسید، اینقدر جذابه، اینقدر جذاب لامصب. من میخوام اینو دوباره تموم کنم روی ایکس باکس سری اس، چون که واقعا نیاز نمیبینم روی سری ایکس تموم کنم. همه چیو تقریبا داره به من نشون میده، گرافیک خیلی عالی، رزولوشن خیلی عالی. الان با هم دیگه بریم یه کمی هم تکسچر رو بررسی بکنیم. من اینجا زیاد به تکسچر اهمیت نمیدم. چرا؟ چون که این گیم قدیمیه، ریمستر نیومده تکسچرها رو دوباره ریمیک بکنه. اون موقع میشه ریمیک، نه این ریمستره. تکسچری که اینجا میبینید مال همون 10-12 سال پیشه و پیشرفت خاصی نکرده. الان مثلا پوشش گیاهی معمولیه دیگه، مال اون موقع گیاهی که اینجا میبینم، ولی رزولوشنش خوبه، جداسازیش از محیط خیلی خوبه. این نشون دهنده آنتی‌الیاسینگ بی‌نظیرشه. هر چی در مورد خوبی این گیم بهتون بگم کم گفتم، واقعا عالیه، بدون هیچ مشکلی میتونید بهترین گرافیک ممکن رو توی این گیم روی سریز اس ببینید، بدون اینکه نیاز داشته باشید به سری ایکس. اینجا من چراغ قوه داد بهم. وای یادش بخیر. ببینید این روح هایی که میبینید با چراغ قوه تا حدی که خودش میگه یه صدا هم پخش میشه. بعد این صدا وقتی تموم شد یعنی که این روحه به جسم تبدیل میشه، و وقتی به جسم تبدیل میشه میتونید بزنیدش. اینو الان یادم اومد، باور کن اینو یادم رفته بود. 6 بار میگم تمومش کردم ولی اینو بازم یادم رفته بود. الان که این خوب این به جسم تبدیل شده میتونم بزنمش، میتونم با ریوالور بزنمش. الان من این پشمام، چقدر گیم پلی عالیه. ببینید بدون هیچ گونه اغراقی میگم فوق العاده گیم خوبیه. میتونید از پیج کینزی براتون تک میکنم خرید بکنید. زیادم نمونده، تعداد خیلی محدوده، فکر کنم یکی دوتا مونده برام، زیاد برام نمونده، همشون رفتن. و بریم باقی داستان رو با هم دیگه ببینیم. الان که گیم گان هم داریم، چراغ قوه هم داریم، اینو آدم بکنیم. بله اینو آدم کردیم، افتاد پایین. چقدر خوبه لامصب، چقدر خوب میمیرن، چقدر گیم پلی خوبه، گان پلی چقدر خوبه. او مای گاد، از وسط درخت اومد بیرون، لعنت بهت. نه من چرا وقتی میخوام ریلود کنم اینو حمله میکنن؟ به خاطر همینه تو کال آف دیوتی میگه من وقتی ریلود میکنم منو پوشش کنین. Cover me I'm reloading. پس به خاطر همینه. تازه لمسش کردم که چرا باید وقتی ریلود میکنی کاورت کنن، ولی اینجا کسی نیست منو کاور کنه. تنهای تنها، من مرد تنهای شبم، صد قصه مانده بر لبم. نه دیگه، سه نفر فعلا تو از با او مای، این فلیر بود؟ نمیدونستم فلیره، فکر کردم همون ریوالوره. پشمام. خوبه بریم. ببینید وقتی شروع میکنم به دویدن یه اینجوری داج میکنه بعد میره، نگاه کنید. نه نشد. سب کنید من. ببین چقدر خیلی خوبه، خیلی به من حال می، این چیزای جزئی خیلی به من حال میده بچه ها. من تو گیم به جزئیات خیلی دقت میکنم، به خاطر همین میبینی یه گیم خیلی کرست، خیلی قند و نباته، ولی جزئیات خوبی نداره. مثل دی اوردر 1886 یه گیمی بود که الان من بازم میگم سال 2013 درست شده این گیم، ولی من به جرئت میگم گرافیک واقع گرایانه تر از دی اوردر تا حالا تو زندگیم ندیدم. ولی متاسفانه جزئیات زیاد خوبی نداشت، به خاطر همین من میتونم بگم که گیم های
پر جزئیات تری نسبت به دی اوردر وجود داره، ولی از لحاظ واقع گرایانه بودن هیچ گیمی به دی اوردر نمیرسه، به تو قول میدم، ولی این جزئیاتش از دی اوردر بیشتره. این بازم گرافیکش خیلی کمتر از دی اوردره، ولی جزئیاتش از دی اوردر بیشتره. با این بیشتر حال میکنم، فهمیدی چی میگم؟ من میخوام برای هر چیزی که میگم یه مثال بزنم که دقیق جا بیفته براتون که حال بکنید. جالب اینه که این گیم الان میخوام اینجا همه چیو به پایان برسونم، فکر کنم همه چیو تقریبا گفتم بهتون. این گیم بعدها به یه سری رازها و خیلی مرموزه. این گیم توی این جنگل چیزهایی رو میبینید که بهتون قول میدم خوابش هم میبینید. اینقدر میره تو افکارتون، اینقدر میره تو ناخودآگاهتون، این گیم میره تو روحتون. خیلی 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 گیم خوبیه، بهتون قول میدم به شدت عاشقش میشید. شمایی که حتی تخیلی پسند نیستید، بهتون قول میدم عاشق این گیم میشید. به شدت عالیه، اعتیاد آوره. هر شب تو خواب این گیم رو میبینید، اینقدر وارد جسم و پوست و گوشت و خونتون میشه. توی قسمت های آینده این گیم راز آلوده، یه سری رمزها رو باید باز بکنی، یه سری معما قرار میگیره جلو راهت و باید دونه دونه حلشون بکنی تا بتونی ادامه راه رو بری. خیلی خیلی خوبه به نظر من، حتما اینو بازی بکنید. چیزی نمونده دیگه بچه ها، تا اینجا یه کار. مرسی واقعا من رو همراهی کردید و منتظر خبرهای خوب باشید تا ماه آینده. البته اول ویدیو بهتون گفتم که قراره چه اتفاقی بیفته. همین دیگه بچه ها، واقعا دم همتون گرم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیس آوت.